سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ خب من امروز اومدم یه غذای فوق العاده خوشمزه و راحت و مجلسی رو بهتون یاد بدم. اومدم امروز بهتون بوریک گوشت و بادمجون رو یاد بدم. برای بوریک ها ما نیاز داریم به خمیر یوفگا. ببینید ما دو جور خمیر یوفگا داریم. خمیر یوفگایی داریم که خیلی نازکه که از اون برای باقلوا استفاده میکنن. شما اینو خمیرها الان تو ایران هم از میتونید اینها رو بگیرید. مارکشون مهم نیست، چون مارکی که تو کانادا هست با مارکی که تو ایران هست فرق میکنه، اما روش عکس باقلوا رو گذاشته. این یعنی این خمیر یوفگا خیلی نازکتره و به درد باقلوا میخوره. یه خمیر یوفگای دیگه هم داریم که یه مقدار از این کلوفتره و به درد موارد غذایی مثل یوفگا، مثل انواع اقسام بوریک و چیزهای دیگه میخوره. وقتی میخوایم غذا درست کنیم پس از این یکی یوفگا استفاده میکنیم. احتیاجی هم نیستش که خودتون بخواید یوفگا رو درست کنید، چون باز کردن خمیر این بخواید زمان میبره و خسته کننده است. اما شاید در برنامه های بعدی یک بار براتون خمیر یوفگا رو باز کردم. خب پس با من آرزو روز همراه باشید و این بوریک خوشمزه رو درست کنیم. خب من برای غذای امروز بادمجون کبابی دارم، اما الان ما نیاز داریم به 2 عدد بادمجون کبابی. برای بادمجون کبابی بهترین روش اینه که شما بادمجون رو تمام سطحش رو با روغن آغشته کنید، روغن مایع، و با چاقو اون رو سوراخ سوراخ کنید که وقتی داری میپزه تا عمق بادمجون پخته بشه، و اونو توی ظرفی بذارید داخل فر یا روی شعله پخش کن کبابیش کنید. حتی اگه میخواییم گوشت زیاد تو خونه نپیچه میتونید بذارید قشنگ توی فر، چون روغن زدید گوشت داخلش قشنگ دوده میشه. بعد اونو که از توی فر در آوردید داخل کیسه فریزر بذارید، به مدت 5 دقیقه خودش عرق میکنه و به راحتی پوستش کنده میشه. من چون بادمجون کبابی دارم دیگه اینو هم شما 2 تا بادمجون کبابی به این روش میتونید درست کنید. من گوشت گوساله داشتم، چند تیکر گذاشتم و اینو با ادویه حریره سیرم، نمک و فلفل و زردچوبه گذاشتم این پختش. خب حالا میریم که بقیه موارد رو با هم انجام بدیم. من اول یه مقدار روغن مایع ریختم، بعد مارگارین اضافه کردم و میذارم که مارگارینم اول کاملا آب شه. هیچ وقت کره یا مارگارین رو تنهایی روی ماهیتابه نریزید، چون کره با حرارت زود میسوزه. به خاطر همیشه ما روغن اضافه میکنیم تا کرمون به راحتی آب بشه و نسوزه. من حدود 2 قاشق کره اضافه کردم. کره من آب شد، من حدود 1/3 پیمانه بهش آرد اضافه میکنم و اینو خوب تفت میدم. خب آرد که خوب تفت خورد و بوی خامیش گرفته شد، بهش بادمجون کبابی که ساتوری کردیم رو اضافه میکنیم. به هم خب توی مرحله من از حریره سیرم بهش به اندازه تقریبا 1 قاشق اضافه میکنم. یکم دیگه مواد رو با هم تفت میدیم، بعد بهش 1 پیمانه تا نهایتا 2 پیمانه شیر اضافه میکنم. در واقع ما سس بشاملی درست کردیم که توش بادمجون کبابی هم داره. من پیمانه دوم شیر رو هم تا نصفه میریزم. خب توی مرحله بهش نمک و فلفل هم اضافه کنید، خوب با هم مخلوط کنید و وقتی که خوب با هم مخلوط کرد دید آماده شد، زیر حرارت خاموش کنید و بذارید که خنک شه. من یه مقدار گوشت گوساله داشتم، شما از هر گوشتی مثل گوساله گوسفند میتونید استفاده کنید، اونو خوب پختم و ریش ریشش کردم. خب سس بوریک همیشه معمولا از شیر استفاده میکنن، اما به نظر من سس بوریکی که با ماست درست میشه خیلی خوشمزه تر از شیره. اما باید ماستمون رو رقیق کنیم، برای همین
من یه مقدار ماست برمیدارم به اندازه 5-6 قاشق و این اول خوب میزنم. بعد بهش روغن اضافه میکنیم به اندازه 1/2 پیمانه. این اضافه کردن روغن باعث میشه که بورکه ما خیلی ترد و خوشمزه بشه. خب میبینید که سس من هنوز خیلی سفته، بهش آب اضافه میکنیم. سس هر چقدر رقیق تر باشه خوشمزه تر میشه. غلظتش باید به این حالت باشه. یه قالب گرد ساده برمیدارید و اونو خوب سطحش و دیوارش رو چرب میکنید با کره یا مارگارین، یا حتی میتونید با روغن هم باشه. من با مارگارین دارم چرب میکنم. و از اونجایی که تموم کردیم اینو دوباره دورش میپیچیم، میریم دوباره سراغ بعدی. خب به این صورت ما توی سینیمون توی قالبمون اینا رو درستش کردیم. بچه‌ها یه نکته دیگه، نباید اینا رو خیلی به هم چیز بذارید، بچسبونید، فشار بدید. نگاه کنید بینشون من فاصله باشه، یعنی به هم نچسبونن. اگه به هم بچسبن یعنی فضای خالی دور کنارشون نداشته باشه، خمیر فیلو توی فر خمیر میشه و اون تردیشو به دست نمیره. خب حالا یه مقدار از سس ماست من هنوز مونده، حالا میخوام اونو یه مقدار غنی‌تر کنم برای رومال بریم روش. بعد از سس مونده یه مقدار دیگه بهش روغن اضافه میکنیم، چون روغن باعث میشه که خمیرمون خیلی تردتر بشه و خوشمزه تر بشه. و یه عدد زرده تخم مرغ. فقط موقعی که داریم زرده رو جدا میکنیم از سفیده باید انقدر حواسمون باشه که از سفیده توی زرده نمونه، چون باعث میشه بوی زخمی بده و رومالمون خوب در نیاد. خب من تا جایی که میشد فقط زرده رو جدا کردم. اینو به سسمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا سس رو به تمام سطح کار میمالیم. خب در آخر کار من یه مقدار از این کنجد سیاه بودادم روش میریزم. هم برای خوشمزگی و هم برای قشنگ شدن کار. خب فرمون رو روشن میکنیم روی 200 درجه فارنهایت یا 400 درجه سانتیگراد. اینو میزنیم تو طبقه وسط فر به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت، چون مواد داخلش پخته فقط به اندازه ای که روش طلایی بشه کافیه. بخاطر اون نمیشه دقیق بهتون بگم چه تایمی داره، خودتون حواستون به فرتون باید باشه. به به ببینید چه میکنه این آرزو روز. خب یه حدود 40 دقیقه توی فر بود، الان گذاشتم یه مقدار خنک بشه و الان میخوام یه برشش بزنم. خب امیدوارم این بوریک خوشمزه رو درست کنید، ازش لذت ببرید. من در آینده بوریک های بیشتری هم بهتون آموزش میدم. نوش جونتون، مرسی که با من همراه بودید.